نوید خوش. شرکت هوایی افق شرق برای اولین بار پروازهای کابل غزنی و غزنی کابل را هفته یک بار بر روزهای چهارشنبه اجرا و عملی می نماید. مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبرخان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. مهمترین ها از یک سرخط خبرها. رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و نبود آمار دقیق. کمیسیون مستقل انتخابات: آمار دقیق آرای باطل شده تا هنوز مشخص نیست، اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی به 60% از شکایت های دسته الف تا هنوز رسیدگی شده است. هشدار فرد اول کشور به نامزدان ریاست جمهوری: نامزدان باید به اراده مردم احترام گذاشته و نتیجه انتخابات را بپذیرند. و مسوده قانون معادن قربانی برخورد سیاسی مجلسیان. سلام بر شما، من نشان نورزاد ابراهیمی و ادریس تیموری با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما هستیم. بررسی و شمارش دوباره آرا نشان می دهد که آرای برخی از محل ها باطل شدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات آمار دقیق این آرا را نمی دهد. بر بنیاد آمار های کمیسیون مستقل انتخابات در 3 روز گذشته آرای نزدیک به 500 محل بازشماری و آرای 400 مرکز دیگه دوباره بررسی شدند. قرار است در روزهای نخستین هفته پیش رو کمیسیون مستقل انتخابات نتایج قسمی بالاتر از 10% را اعلام کند. ولی آریانو پیگیری این آرا. نتایج نخستین تا 5 روز دیگر اعلام خواهد شد. چالش ها هم در برابر شفافیت انتخابات بسیار هستند، چنان که بررسی و شمارش دوباره آرا در 34 ولایت کشور جدی گرفته شده است و در نتیجه این کار آرای برخی از محل ها هم باطل شده اند. اینجا گفته میتونیم به شکل انفرادی که در بعض از محلات و مراکز مشکلات جدی بوده، مثلا تخلبات صورت گرفته با شکل سیستماتیک که از اون ما زمانی که مجددا شمارش کردیم جلوگیری میکنیم و سیار از سفید جدا میکنیم و بالاخره مشخص میسازیم که در کدام آرا اراده مردم تمثیل شده و در کجا تمثیل نشده. باطل هم شدن؟ کاملا. زمانی که ما ریکاونت میگیم جایی که اراده مردم تمثیل نشده و اونجا صندوق پر شده او باطل میشه. به باور کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز 457 محل شمارش دوباره شدند و نزدیک به 400 محل دیگر بررسی دوباره. این صندوق ها عملا در دفتر مرکزی موجود نیست، این در ولایت ها موجود است. زمانی که ما میگیم که بالاتر از 31 ولایت ما مشدد شمارش کردیم، فقط چیزی که ما برای نماینده های کاندیدا و ناظرین و مشاهدین قناعت میتیم اموج است که در حضور داشتشان ای عمل صورت میگیره. باطل هم که شب اموج برشان اعلان میشه و کپی از او هم مجدد هم برشان شریک سخته میشه. بنان زمانی که میخواییم ای ارخام از 29 ولایت یا 31 ولایت افغانستان جمعوری کنیم با زمان نیاز است. و اما در این میان نگرانی های وجود دارند که هر گونه تلاش برای تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات میتواند برای پذیرش نتایج نهایی خطرناک باشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات همواره اطمینان داده است که نتایج نخستین به روز 4 ماه ثور اعلام خواهد شد، چیزی که در جدول زمانی تعیین شده است. سازمان ملل هم از کمیسیون های انتخاباتی میخواهد تا به شکایت های انتخاباتی بی‌طرفانه رسیدگی کنند و شفافیت را جدی در نظر گیرند.
کار رسیدگی به 60% شکایت ها که در دستبندی الف قرار دارند از سوی کمیسیون های ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی پایان یافتند. این کمیسیون امیدوار است تا زمان اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات به تمام شکایت های صورت گرفته رسیدگی شود. سجاد محمدی درباره این شکایت ها میگوید. روند رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در شماری از ولایت ها پایان یافته، اما در برخی از ولایت های دیگر این کار همچنان ادامه دارد. تمرکز هم بیشتر روی شکایت های است که در دستبندی الف قرار دارند. شکایت هایی که بر نتیجه انتخابات اثر گذار گفته شده است. از میان 917 شکایت در این دستبندی، کار رسیدگی به 400 مورد در 17 ولایت پایان یافته است. اینا هنوز نتایج به مرکز بر ما نرسیده. ممکن هست که بعد برخی مورد های نسبت به قرنطین نگه داشته شدن آرای و صندوق ها و مراکز باشه و در برخی مورد هم ممکن هست که تصمیم عدم رسیدگی یا عدم فهم نسبت به شکایتی که صورت گرفته بود صادر شده باشه. نهادهای جامعه مدنی هم که از تمام روند انتخابات تا کنون نظارت کردند، خواهان رسیدگی شفاف و عادلانه و تمام شکایت های صورت گرفته هستند. صندوق هایی که قرنطین شده بر اساس شکایاتی که صورت گرفته قرنطین شده، و آرزو داریم که با یک ایمانداری و با تخصص و پروفشنالیزم خاص کمیسیون شکایات انتخاباتی بتونه به این صندوق ها رسیدگی بکنه. او بخش که قابل شمارش هست و آرای واقعی مردم است تفکیک شوه از بخش دیگه که به شکل متقلبانه مورد استفاده قرار گرفته. نمایندگان کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی از یک روز پیش روند علنی بررسی صندوق های قرنطین شده را آغاز کردند. قطعاً در مواردی که اسناد و شواهد وجود داشته باشه که بر اساس منجر به ابطال آرا شود، سر نتایج تاثیر میماند. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی امیدوار است که تا زمان اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات بتواند روند رسیدگی به تمام شکایت ها را به پایان برساند. رئیس جمهور کرزی در پیام رادیویی هفتوارش از کمیسیون های انتخاباتی می خواهد تا شفافیت و استقلالیت را در کارهایشان رعایت کنند. در بخش دیگر این پیام، رئیس جمهور کرزی از نامزدان ریاست جمهوری نیز خواسته است که براده مردم احترام گذاشته و نتیجه انتخابات را بپذیرند. زکریا حسنی و جزئیاتی پیام. پس از 16 حمل، دیدگان همگان به سوی کمیسیون های انتخاباتی دوخته شده است. مردم سخت در انتظار نتیجه رأیشان هستند. هر روز واژه های چون شفافیت، عدالت و بی‌طرفی از زبان خیلی ها بیرون می آید. گاهی در قالب درخواست و گاهی هم در قالب هشدار، اما بیشتر مخاطب این واژه ها کمیسیون های انتخاباتی هستند. امروز هم یک بار دیگر این واژه ها بر زبان رانده شد، اما این بار بر زبان فرد شماره یک کشور. رئیس جمهور کرزی در بخشی از پیام هفتوار رادیویش کمیسیون های انتخاباتی را مخاطب قرار می دهد. انتخاباتی مستقل کمیسیون او انتخاباتی شکایت رو کمیسیون څخه مو هیوادوال دا هیله لري چې د انتخاباتی پروسه پاتې مراحل هم له قانون سره سم مستقل او شفاف سو د خلکو اراده تمثیل سي. در این پیام رئیس جمهور کرزی از اعلام نتیجه نهایی در وقت معینش ابراز امیدواری کرده و در بخش پایانی این پیام از رئیس جمهور آینده کشور می خواهد که در راه آبادی کشور و یک پارچگی مردمش گام بردارد. نوی انتخاب سوی جمهور رئیس به افغانستان در طول خلقو جمهور رئیس بی او گران افغانستان به در ملی وفاق در سوری لاندی لا آباد او بسیاسی. تمام این هشدارها، خواستها و امیدها از کمیسیون های انتخاباتی حکایت از یک موضوع مهم دارد، آن هم اهمیت بالای این انتخابات در زندگی مردم افغانستان است که حالا همه چیز به کارکرد بی‌طرفانه این کمیسیون ها برمی‌گردد. نگرانی از تأخیر در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی این بار در غرب کشور.
باشندگان ولایت هرات توقع به نتیجه رسیدن انتخابات در دور اول را دارند و رفتن انتخابات به دور دوم را پرچالش پیش بینی می کنند. حکیم حکمت گزارش می دهد. این باشندگان هرات که با شور و شوق فراوان در روز انتخابات و پس از ساعت‌های انتظار پای صندوق‌های رای به نامزدان مورد نظرشان رای دادند، اکنون بی‌صبرانه به فرارسیدن زمان اعلام نتایج دیده به راه می‌باشند. شماری از آنان تأخیر در اعلام نتایج را سببی از میان رفتن امیدهایشان نسبت به آینده دموکراسی در کشور می‌دانند. تأخیر در نتایج انتخابات ریاست جمهوری هر نوع شک را در افکار عمومی به وجود می‌آورد و حتی امکان ازی هم داره که تقلب در انتخابات در شمارش آرا و در این انتخابات به وجود بیاید. کمیسیون مستقل انتخابات هم باید کوشش کنه که زودتر نتایج نهایی را اعلام کنه. آنان همچنان نگران رفتن انتخابات به دور دومان، چیزی که به باور این باشندگان نیاز به هزینه هنگفت دارد و زمینه ساز سرگردانی بیشتر برای رای دهندگان خواهد شد. یک کشور واقعا ما غریبیم. دیگه می کنم که خاطر انگر ما کشورها جامعه جانه کده لازم نمیدن که به دور دومان بکشن باز این مسئله خصوصی جبرانی بدیم. ما مردم غریب افغانستان واقعا قابل قبول نیست. انتخابات افغانستان یک روند ملی بود و الحمدلله که به موافقیت در گذشت شد. آگاهان همچنان این نگرانی ها را بجا می دانند، زیرا در چند انتخابات گذشته که مردم رأی خود را به صندوق ها ریختند، کاربرد تقلب و تخطی آنان را با آینده این روند بی‌باور کرده است. تیمی که تا آمده به در کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت، این تجربه را انتخابات را قبلی را ندارند. این تیم تازه است. در بعض موارد بین از اینا هماهنگی وجود ندارند. نظریات مختلف است که مشنرا با دارالانشا نگرانی باشندگان هرات در حال ابراز می شود که نگرانی های جدی در مورد سیاسی شدن اعلام نتایج انتخابات در این اواخر در محافل سیاسی اوج گرفته است. با باور آگاهان هر نوع برخورد سیاسی سلیقه‌ای بر روند ملی می تواند زمینه ساز بحران های تازه در کشور باشد. اما تأمین امنیت، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ایجاد اشتغال از خواسته های باشندگان ولایت ننگرهار از رئیس جمهور آینده کشور است. آنان با تاکید بر وحدت ملی همچنان خواهان وحدت ملی و گسترش زمینه های آموزش هستند. غفار صالحی با جزئیات بیشتر. تلاش های حکومت در 12 سال گذشته برای تأمین امنیت، صلح، مبارزه با فساد و ایجاد اشتغال آنگونه که انتظار می رود موفقیت آمیز نبوده است. اکنون امیدها بر رئیس جمهور آینده کشور دوخته شده است. شمار از باشندگان ولایت ننگرهار امیدهای از رئیس جمهور آینده دارند. من گدا تقاضا ده دی ټولونه مشرانونه چه دا ټول ملتونه سره یو کی یو افغان دی لکه افغانستان چې یو نوم دی امدقه سره ټول افغانان دا نه چې نه دا فارسیوان دی او دا پښتون دی او دا تاجک دی او دا هزاره دی دغه آینده نسل ته دغه موږ نه چې پیدا کیږي په دغه بچو باندې دی زموږ لږ ذره سلی رحمی او نسل رحم دی وکړي لکه څنګه چې په خپلو بچو باندې رحم کوي. آموزش و پرورش بان که در 12 سال گذشته در کشور رشد نسبی داشته، اما ظاهرا در راستای ایجاد اشتغال کار بنیادی صورت نگرفته است. باز هم باشندگان ننگرهار مانند دیگر شهروندان کشور از رئیس جمهور آینده می خواهند که زمینه های اشتغال را به مردم فراهم کند. ما در راتلونکی ولسمشر نه دا هیله ده چې ځوانان ته تعلیم زمینه برابرول، امنیت راوستل، اداري فساد له منځه وړل. راتلونکي ریاست جمهوری نه موږ دا غوښتنه لرو امنیت راوړي په لومړنۍ برخه کې او ځوانانو ته د کار زمینه برابرول او اداري فساد سره مبارزه کول. هنوز معلوم نیست که از میان 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری کدام یک برنده انتخابات خواهد شد و با وعده هایی که به مردم داده است تا چی حد عمل خواهد کرد. برخورد سیاسی با قانون معادن تصویب این قانون را به درازا کشانده است و سرمایه گذاران بیرونی نیز در انتظار این قانون هستند. برخی از نمایندگان مجلس و اتاق تجارت و صنایع به این باور هستند که تصویب این قانون از استخراج غیرفنی معادن جلوگیری میکنه و نیز کسی نمیتوانه از معادن کشور سوء استفاده کنه. تمیم شهیر با جزئیات بیشتر. نزدیک به 2 سال پیش در نشست توکیو افغانستان به جامعه جهانی تعهد داد که قانون معادن را تصویب می کند.
یکی از پیشرت‌های جامعه جهانی برای ادامه کمک‌هایشان نیز تصویب همین قانون است. تمامی بودجه توسعه‌ای و یک مقدار بودجه عادی کشور بر کمک‌های خارجی تکیه شده است. امید دولت و باشنده‌های کشور همین است. استخراج معادن می‌تواند این وابستگی افغانستان را از کمک‌های خارجی کاهش دهد. اما این امید بدون تصویب قانون معادن برآورده نخواهد شد. حتی استخراج معدن آهن و حاجیگک و حوزه‌های نفتی کشور نیز در انتظار تصویب همین قانون است. انظام این قانون سیاسی شده و برخورد سیاسی و سلیقه‌ای بایش میشه، در حالی که باید این قانون در اولویت قرار بگیره، به دلیل از اینکه یگانه یکی از منابعی که میتونه اقتصاد افغانستان از حالت متکی به کمک‌ها بیرون بکنه و متکی به خود بسازه، او عواید سرشار منابع طبیعی ما است. معادن به ویژه معدن سنگ‌های قیمتی در حال حاضر در شمار از ولایت‌ها به گونه غیرفنی استخراج می‌شوند. تصویب این قانون از همین کار جلوگیری می‌کند و به باور برخی از نمایندگان مجلس، اگر این قانون تصویب نشود، پیامدهای ناگوار خواهد داشت. اخراج غیرقانونی، قراردادهای غیرقانونی و از طرف اشخاص و افراد میتونه به زیان افغانستان بوده باشه. هر چیزی تر که ما بتانیم قانون معادن به تصویب برسانیم، به همون اندازه میتونیم که از راه های غیرقانونی و استخراج های غیرقانونی و قراردادهایی که به منفعت های شخصی در واقع دور میزنه اونا را ما جلوگیری بکنیم. اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس میگویند که کار برای تصویب این قانون جریان دارد و نباید در تصویب آن عجله صورت گیرد. در حال حاضر مجلس نمایندگان کار روی قانون معادن را پیش میبره. از مدت ها قبل شروع شده، یک قانون مهم هست و نیاز داره به نظریات کارشناسی تا ما شتاب زده یک کار را نکنیم. دو روز پیش بر بنیاد یک ارزیابی محرمانه امریکا، هفت وزارت افغانستان پس از کاهش کمک های ایالات متحده امریکا سقوط خواهند کرد و وزارت معادن نیز شامل در این هفت وزارت است. نبود سیستم درست حسابدهی رشوه‌ستانی و سوء استفاده سبب شده است که ایالات متحده امریکا به این وزارت ها باور نکند. نویسنده رمان پرآوازه 100 سال تنهایی با عمر 87 سالگی درگذشت. او یکی از پرآوازه ترین رمان نویسان امریکای لاتین به شمار می رفت و رمان 100 سال تنهاییش در سال 1982 برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات شد. نویسندگان در کابل اما باور دارند گارسیا مارکس در میان خوانندگان افغانستان کمتر شناخته شده است. قیام نوری و زندگی نامه این رمان نویس. در دهکده کوچک و فقیرنشین آرکاتاکای کولومبیا به جهان آمد. از خانواده ناداری بود. اجدادش گروهی از آدمهای آزادی خواه بودند. بعدها وقت بزرگ می شود به داستان نویسی رو می آورد. چندین رمان و چندین کتاب دیگر می نویسد. گابریل گارسیا مارکس. اما رمان 100 سال تنهایی بیشتر از همه آثارش گل می کند و وی را تا آخرین قله های شهرت و پرآوازگی می رساند. حتی جایزه نوبل را در زمینه ادبیات نصیبش می کند. گارسیا مارکس دری بوده که ریالیسم جادویی را در سطح جهانی به رسمیت شناختند. یعنی 100 سال تنهایی گارسیا مارکس باعث شد که ریالیسم جادویی در سراسر جهان به حیث یک دبستان ادبی بسیار پذیرفته شده ثبت شود. گارسیا مارکس در درازای زندگی 87 سالش روزنامه نگاری میکرد. فعال سیاسی، ناشر و نویسنده خستگی ناپذیر بود. شیوه نوشتاری مارکس ریالیسم جادویی بود. شیوه از نوشتار که همه چیز عادی است، اما یک عنصر جادویی و غیر طبیعی در آن وجود دارد. تصور میکنم جمع کوچک از روشنفکرای افغانستان یا کتابخانه افغانستان گارسیا مارکس را میشناسند، کتابش را خواندند و فقط شاید در امو حد خلاصه شده باشه. گارسیا مارکس به گفته خانواده‌اش یک سال پیش از نویسندگی دست برداشت. او به بیماری فراموشی دچار شده بود. سرانجام با عمر 87 سالگی جهان را با همه زیبایی‌ها و زشتی‌هایش رها می‌کند. غفار صالحی و فشرده چند رویداد دیگه.
آمریکا و روسیه در گفتگوهای ژنو در مورد بحران اوکراین به توافق رسیدند. این نشست که روز گذشته به اشتراک وزیران خارجه آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و اوکراین برگزار شده بود، در مورد منحل کردن گروه‌های غیرقانونی مسلح در شرق اوکراین به پایان رسید. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پس از این نشست از تمام گروه‌های مسلحی که ساختمان‌های دولتی را در اوکراین تصرف کرده، خواسته است که ساختمان‌های دولتی را ترک کنند. در این حال باراک اوباما هشدار داده است در صورتی که روسیه در موضوعات داخلی اوکراین مداخله کند، آمریکا و متحدان آن آماده هستند که تحریم‌های بیشتر را بر ضد روسیه وضع کنند. ایران بر هیچ ابرقدرت اجازه نخواهد داد که دسیسه را علیه این کشور را اندازی کند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در روز مراسم روز ارتش ملی ایران هشدار داده است که ایران در موضوعات داخلی دیگر کشورها مداخله نکرده است، اما در صورت نیاز ارتش این کشور آماده است که با هر گونه تهدیدهای دشمن پاسخ دندان شکن بدهد. در این حال وی تاکید کرده است که به خاطر پایان دادن تنش‌ها میان ایران و غرب، کشورش هر گونه گفتگو را میپذیرد. چند زندانی زندان ولایت فاریاب شب گذشته بر نگهبانان این زندان حمله کردند. به گفته مسئولان، 5 تن از زندانیان سیاسی این زندان که با تفنگچه و بمب‌های دستی مجهز بودند، نزدیک ساعت 8 شب گذشته بر یک برج محافظتی زندان شهر میمنه حمله کردند. جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، با تایید این رویداد گفت که در پی این حمله 2 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. بیدار افزود که 3 تن از زندانیان مهاجم موفق به فرار شدند. 1 تن در درگیری با پلیس کشته و 1 تن دیگر بازداشت شد. از سر حمله افراد مسلح بر یک کمپ مهاجران سازمان ملل در سودان جنوبی، دست کم 20 تن کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری های سودان، این رویداد پس از آن صورت گرفت که افراد مسلح بر یک کمپ مهاجران سازمان ملل وارد شده و به سوی مردم تیراندازی کردند. از سال گذشته تا کنون به دلیل درگیری های شدید میان گروه های مختلف در سودان جنوبی، بیش از 10,000 تن در این کمپ به سر میبرند. حال ادریس همراهیتان میکنه. تشکر بود میشانه. با تقدیم سلام و این هم چند رویداد ورزشی. رقابت های قهرمانی مویتای زیر عنوان ارج گذاری با نیروهای امنیتی کشور در کابل پیگیری شد. این رقابت ها با اشتراک بیشتر از 100 ورزشکار از 25 باشگاه در غرب کابل در عده سنین نونهالان و نوجوانان برگزار شد. در این رقابت ها ورزشکاران در 2 وزن قانونی نشته با یکدیگر رقابت کردند که هدف آن ارج گذاری به نیروهای امنیتی افغان دانسته شده است. نخستین در دوره تمرینی اسکی امروز با اشتراک بیش از 20 ورزشکار در دامنه های کوه سالنگ شمالی پیگیری شد. این دوره تمرینی پس از ایجاد فدراسیون اسکی در چارچوب ریاست کمیته ملی المپیک با اشتراک 25 ورزشکار مرکز و ولایت بامیان برای یک روز برگزار شد. هدف از راه‌اندازی این دوره تمرینی آمادگی ورزشکاران این رشته ورزشی برای رقابت‌های آینده این فدراسیون دانسته شده است. و در مورد 2 بازیکن تیم ملی فوتبال بارسلونا، جوردی آلبا و نیمار به دلیل آسیب بدگی نمی توانند تا 4 هفته دیگر برای تیمشان به میدان بروند. گزارش بیشتر این خبر را برای تصویر نگاه کنید. نیمار که در دیدار با ریال مادرید در فاینال جام حذفی اسپانیا دچار آسیب دیدگی شد، نمی تواند تا 4 هفته تیمش را همراهی کند. آسیب دیدگی نیمار به دلیل کمبودی ناشی از فشار زیاد به پای چپ وی است که این موضوع موجب شده وی از همراهی تیمش محروم شود. باشگاه بارسلونا همچنین اعلام کرده جوردی آلبا نیز به خاطر آسیب دیدگی از ناحیه همسترینگ پای راست به مدت 3 تا 4 هفته نمی تواند برای بارسلونا به میدان برود. این آسیب دیدگی موجب می شود تا این دو بازیکن از دیدار مقابل تیم های اتلتیکو بیلبائو، ویاریال و خطافه محروم شوند و حضورشان در دیدار مقابل الچه و اتلتیکو مادرید هم با تردید روبروست. از همراهیتان تشکر، وقتتان خوش و خدا نگهدارتان. با بقیه برنامه های تلویزیونی با ما باشید. شب خوش.